روایت وجود داره که مرد بر سگ آب میداد، خداوند متعال او را وارد بهشت کرد. پس چگونه خواهد بود اگر انسان خدمت انسان بکنه و آب و معیشت زندگیش برآورده بکنه؟ طبعا معلوم دار است که اونا هم خداوند متعال قسمی که وعده داده در قرآن شریف، انسان کسی که اعمال نیک میکنه، کار خیر انجام میده، حتما وارد بهشت میشه. پس کسایی که همیشه وقت کار خیر کردن، همیشه وقت که دست یک انسان گرفتن و انسانیتی کردن، حتما انشاءالله وارد بهشت میشن، چون وعده خداوند متعال است. بازم سلام خدمت تمام شما هم وطنان مهربان، امیدوارم هر کجای که هستین خوب و صحت مند سر حال باشه. من فیاض نجمی دوباره در خدمت شما هستم و آمدیم انشاءالله با تن سالم و صحت مندی و خدمت خلق خداوند و خدمت هموطنان ما در سمت پروان. بار آمدیم در سمت پروان، همیشه وقت با دست پور از طرف شما هموطنان مهربان آمدیم. یه همیشه از زحمات و کردار نیک شما از زیاد بوده که همیشه وقت ما را همراهی کردین و ما را حمایت کردین تا بیایم خدمت خلق خدا را بکنیم. همیشه وقت گفته که از خود انسانیت بکنیم. تولد مثل را هر جانور بلد است دقیقاً. پس هر وقتی که ما انسانیت داشته باشیم و بتونیم یک در وجود ما یک ذره از انسانیت وجود داشته باشه، پس ما یک انسان هستیم و انسانیت از کجا به وجود میاد؟ از اسلام. کسی که اسلام را درک بکنه و حتما انشاءالله وجود در چیزی در وجودش می باشه که انسانیت داشته باشه. دقیقا قسمی که وعده کرده بودیم، خدا را شکر با حمایت شما هموطنان مهربان، با حمایت شما هموطنان گلم، که مسجدی که در سمت پروان گرفته بودیم امروز 40% کارش پیش رفته. این 40% از خاطر شما هست. شما باور بکنید به خدا که ما روزی که اول آمدیم در جیب ما یک افغانی هم نبود و اینمی حمایت شما هموطنان بود و اینمی دستاورد شما هموطنان بود و تلاش شما هموطنان بود که کار مسجد 40% پیش رفته. قسمی که شما در تصویر دیدین، ما تصمیمی که بارها در برنامه یادآوری کرده بودیم که کاری که ما انجام دادیم، البته قسمت اسکواتور آمده که جای وضوخانه را در پایان بسازه که هم صفحه منظم شود و هم وضوخانه در پایان شود، و قسمت یک اتاق 9 متر برای مولا که 6 مترش برای خود برای مولا صاحب اجرا جور میشه و یک تشناب همراه دهلیز، تمام مای ظرفش انشالله سنگکاری شده. شما انشالله در تصویر میبینید که چقدر کارش پیش رفته و خود مسجد هم شما میبینید که قسمت منارش البته جور میکنه و کارش پیش رفته، تکمیل شده. اون منار هم تکمیل شده و غالبا من سمتوی میکنم و تمام کارش میشه. انشالله سیخ انداخته میشه، سمت انداخته میشه، سرش هم پوشانده میشه، باز انشالله کارش در داخل شروع میشه که باید کاشی کار بکنیم، باید فرش بگیریم، باید تمام منو رنگ روغن شه. انشالله شما باز در اگر زنده بودیم، اگر بودیم بخیر، انشالله حتما انشالله تکمیل میسازیم و برای شما هموطنان هم شریک میسازیم. هفته هم مستقیم داریم. ما خب از اسکواتور که قسمی یادآوری کردم، از اینجا پاکوری میکنه، داخل مندازه و انشالله اونجا هم پر میشه که شما خواهد دیدین قاسپالای داخل هم انداخته شده و تمامش از حکمت شما هموطنان است. یک نکته ما میخوایم در برنامه یادآوری بکنم که بعضی هموطنان ما گفته بودن چرا شما مسجد جور میکنین؟ مسجد امروز جایگاه طالب شده، جایش شده و بعضی گپای دیگه. هموطنان مهربان، تا جایی که من معلومات دارم، تا جایی که در این محل، این محل تنها در این قسمت مسجد نداره، بجز اینکه یک قسمت پایان است. من دقیق معلومات ندارم، معرفی نیست منطقه را که برای شما بگم، خیلی دور است. اوج یک مسجد وجود دارم که این مردم میره اونجا نماز میخوانن و خیلی بدشوار هستن. پس کسی که میه 5 وقت نماز خود انجام میده، 100% کسی که کمک میکنه اونها هم شامل میشه بر ثوابش. این مردم جای نمازگزار نداره، اولادش خود اطفالشان از 7 الی 8 سالن چیزی از نام اسلام نمیفهمن، فقط فهمیدن ارسی برای ما رسیده که اسلام هستیم، مسلمان هستیم. انشاءالله این محیا شده یک مولایی بسیار منظم، انشاءالله که با تمام امکاناتش، البته که از دین آگاهی داشته باشه، برای این مردم به یک دین خدا را آموزش بده. من قسمی که یادآوری کردم، انسانیت از دین به وجود میاد. خب همیشه شما انشاءالله معلومات دارین. یک چیزی که خیلی جالب برای من بودی که گفت مولایی صاحب پایان، مسجد پایان برای ما قصه کرد، گفت که در این محل دختر 18 ساله 19 ساله آمد پیش من، گفت که قرآن شریف بخونم. وقتی که گفتم بخون، گفت یک دفعه با گریه شروع کرد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت که من هنوز نمیفهمم قرآن شریفه، آیات نمیفهمم که بخونم، حتی الحمد شریفه. پس به این مناسبت ایجا بخیر اگر مسجد آماده شوه، هم خانما و هم دخترای خرد و هم بچه های خرد هم کلان من هم نماز خودم میخوانن، هم قرآن شریف یاد میگیرن، که یک ثواب خیر بر تک تک ما هست. زیاد پرالفی نمی کنم، انشالله 40% کار مسجد پیش رفته. شما قسمی که تصویر دیدین، انشالله کار ما جریان دارم تا 15-20 الی یک ماه دیگه، انشالله کار ما ادامه داره که بخیر خداوند ما رو توفیق بده که بیم کار ما جریان داشته باشه.
سپاس از تک تکتون. انشاءالا برنامه را بیننده باشین. تا برنامه بعد و دیدار بعدی شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز می‌سپارم. شب روزتان خوش. خدا نگهدارتان. ممنون از تک تکتون. به خاطر ما عزیز تلاش کردین، کمک کردین و انشاءالا حمایت شما هموطنان نیاز داریم. شب روزتان خوش.